یکم این برنامه خانم میترا بابک، من میخواستم در این مورد بذار صحبت کنم، اصلا کلا در مورد اون موضوعی که شما صحبت کردین. بعد من خانم بابک رو خیلی دوست دارم، یعنی از همون من و تو باشون آشنا شدم و اینا، به نظرم خیلی خانم به عنوان یه روانشناس خیلی محجوبه، خیلی خیلی آداب معاشرتی اینا. بعد اومده بود توی برنامه ای که چالشی بود، یعنی آرمین داشت بمباران میکرد وسط، اصلا بکنم انتظار نداشت یه همچین چیزی باشه، یه همچین سوالاتی گیر بدم بهش که مثلا حالا چرا این ایراد داره و نمیتونه این جواب نمیتونست بده. هم من خندم میاد تو همین که فکر میکردم شاید الان در یه شرایطی قرار گرفته که براش یه شوکه کننده بوده. مثلا میگفت چرا مثلا برادر خواهر میخوام، بگو شما چرا ایراد داره، ایرادش کجای برمون که حق دارن ندارن، بده خوبه به نظر ما، همون میگیم بده، ولی چراییش منم دوست داشتم مثلا در این مورد بگم نظرات خودم رو بگم. حرفای خانم بکر بابک و من چند تا برنامه ازشون دیدم، جای دیگه مهمان بودن، یه خورده حرفاشون، حالا شما مغز من مثل آرمین زیادی دو تا چهارتایی کار میکنه، یعنی دو تا چهارتا دقیقا، یه خورده ایشون بر اساس اون چیزهایی که رایج هست، بر اساس اون عرفی که هست بقیده صحبت میکنن. مثلا اینکه چرا بعده، خب میگم بعده دیگه، مگه میخوام شما بگی خوبه مثلا، خب ما نمیگیم خوبه، ولی چرا بعده بعده دقیقاً در این نمیاد به این نتیجه رسید، چرا نمیتونی جواب بدی دکتر بالاخره؟ آره دیگه، به همین دلیل شما اصلا آورده بودیم به عنوان اینکه یه روانشناس یه نظری بده در این مورد، یه روانشناسی که مشهور هم هستش تو تلویزیون میاره اینا. خب نظرتون در این مورد چیه؟ این که من شخصی بگم، همش هم میگفتن که از نظر شخصی من، اون نظر شخصی خانم بابک رو نمیخواستیم، ما میخواستیم علاوه علم روانشناسی شما رو ما بگی ایراد این داستان کجاست، که آخرش هم نشد دیگه. بعدم اصلا داشت عصبانی میشد از اینکه آرمین گیر داده بود که بابا من میخواستم ایشون مثلا بیان بگن که ببینید ما به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک متخصص میتونیم بگیم که اگه یک برادر و خواهر حتی اگه بزرگم باشن، ادالت هم باشن، به این دلیل نباید این کارو بکنن که از روحی روانی این هزینه رو داره، اون هزینه رو داره. من میتونم بگم آها ببینید به خاطر این هزینه، به عنوان یک سودگرا، یک سودگرا یا به عنوان یک کسایی که دنبال هزینه کاربردگرا اینا هستیم، یوتیلیتریان هستیم، برای به این دلیل ها مخالف این هستیم، برای این ضرر داره. ولی ایشون همش میگفتن که خب من میگم بده، میگیم خب میدونیم بده، باشه بده، ولی به ما بگین هزینه چیه که ما بتونیم بگیم برای این غیر اخلاقیه. آره هزینه ها مهمه، اصلا که چی اتفاقی میفته. من فکر کنم گفتن در مورد این که جایگاه هر کدوم از افراد خانواده، خب از لحاظ ذهنی اگر تغییر کنه تأثیر بعدی داره روی اون اشخاص، روی زندگی اون اشخاص. بکنم یه توضیح این شکلی دادن توی اون برنامه، توضیح که زیاد دادن ولی کافی نبود، اون توضیح نبود که همه منتظر بودیم از یه کارشناس بشنویم. اینه که مثلا من هم اینو شاید مثلا هم گذاشته بود همون دیگه، میگم یه حالتی شده بود که اصلا با فکر نمیکرد، چون تمام برنامه هایی که میره اصلا همینجور که الان قاسم میگه، خب اون برنامه ها که چالشی نی، اون میاد مثلا میگه این کار خوبه این کار بده، بچه ها بیاییم ما هم مهربون باشیم، مثلا هم زبون باشیم، خوب باشیم. خیلی هم خانوم میگم دوستش دارم، خانوم بابک من دوست دارم چون انسان خوبیه، ولی این که به عنوان شما یه روانشناس، کارشناس میایین توی برنامه ازتون یه همچین سوالات خیلی سوال سختی، آخه چراییش باید مثلا فکر کنم من چرا، خب آخه واقعا چیه بلی. مثلا چی باید بگم؟ ما به عنوان یک بیدین، به عنوان بیدین، به عنوان بی خدا باید بتونیم توضیح بدیم که اخلاق، استانداردهای اخلاقیمون از کجا میاریم. خب نمیتونیم من بگیم که خب این واضحه که غلطه، واضح بودن که دلیل نمیشه. خب یا اینکه بگیم خب این زشته، چندش داره، حالمون بد میشه، اینا که دلیل نمیشه. خب شما اگه بخواید بر اساس اینا استفاده بکنین، خب خیلی چیزایی که مثلا ممکنه خوب باشن هم بد حساب کنین. خب یعنی شما یه نفر اگه بیاد بگه که خب این ازشته، چقدر بیریخته، دوست نداریم، معلومه که غیر اخلاقیه،
حالا اگه بخواین این استدلال رو استفاده کنین، خب بعضی از ریلیشنشیپ های از روابط بین دو مرد یا دو تا زن هم ممکنه بعدشون بیاد چندششون بشه، خوششون نیاد. اینا رو میخوام بگم غیر اخلاقیه، یعنی از روز چندشی و این چیزا ما نمیتونیم بیان محاسبه کنیم که چی درسته چی درسته. خب بعد میام میگن که خب مثلا دو یه برادر خواهر نمیتونن با هم با هم باشن. نیلوفر افتاد پایین، نه یکی دیگه اومد. ما میگیم خواهر برادر نمیتونن با هم باشن. بعضی میگیم خب چرا، میگن که خب خواهر برادری که بچه نیستن ها، اینا حواستون باشه. میگیم برای اینکه ممکنه بچه دارشن، بچه‌شون ممکنه ناقص و اینا به دنیا بیاد. خب ما میگیم خب مثال عوض میکنیم، یه خواهر برادری که جفتشون چه میدونم چی میشه وقتی که توب میبرن، وقتی که یه کار میکنه که بچه میبرن آره، یا اینکه یه برادر با یه برادر، یا یه خواهر با یه خواهر، اینا که دیگه بچه دار که نمیتونن بشه. مشکل این چیه؟ بعد جوابش اینه که آها چی؟ همون وازکتومی و... نه وازکتومی چی میشه بفرست؟ فیزکتومی همون میگه بند چی؟ همون وازکتومی چی؟ همون وازکتومی میگه همون وازکتومی بند... همون وازکتومی هست یه همون خواهر توی بقیره هم اگه نگاه کنی همون وازکتومی مینویسن. آره من میام اینو به چالش میکشم، میگم خب یه جور دیگه میام میگم که اون مشکلی قبلا گفتن رو نداره، یه مثالی پیدا میکنم که همه این مشکلات رو عقیم کردن میشه. عقیم کردن عقیم کردن. بعد مثلا میگن که ببینین ما اگه اینو بتونیم اگه اینو قبول بکنیم باعث میشه که یک مثلا یه برادر بیاد مثلا از بچه از یه نفر یه سوء استفاده کنه، میدونم چه، یعنی از بچگی یه محیطی رو داریم به وجود میاریم که حتی اگه بزرگم باشن این کارو بکنن باعث بشه که مثلا شستشوی مغزی بدن، یعنی از موقعیتش تو خانواده یه پدری یه برادری بیاد استفاده بکنه که اینو آماده بکنه برای یه چیز سوء استفاده، برای این حال، و این باعث میشه که اصلا یک خانواده محیطی به وجود بیاد که مثلا دیگه محیط خوبی برای خانواده نباشه، یعنی یه دراماهایی به وجود میاد که واقعا همه چیز زشت میشه، یعنی از روی روانی انقدر توی خانواده مضره که حتی اگه بچه هم به وجود نیاد نباید هم چیکار بشه. بعد میگم خب پس بیایم مثال عوض کنیم، بیایم مثال عوض کنیم که دو تا خواهر از بچگی از هم جدا شدن، اصلا همدیگر ندیدن، بعدم بزرگ شدن، الان دیگه همدیگر رو بعد از مثلا بعد اینکه بزرگ شدن دیگه همدیگر رو پیدا کردن. خب یعنی اصلا توی خانواده با هم بزرگ نشدن، کاملا جدا بودن، بچه هم نمیتونن داشته باشن. خب این چه مشکلی داره؟ اینو چرا باید بگیم؟ این دو تا خواهر چرا نباید بتونه؟ اگه مثلا هم... خب بگو. من اگه از من بپرسی، من که خانم بابک نیستم، که من که نمیخوام کارشناسی جواب بدم، من به عنوان یه آدم عادی مثلا نمیتونم اصلا در این مورد میخوام حرف بزنم، هم برام سنگینه، حالا چه برسه مثلا بخوام بگم آره خوبه یا بده، ولی داریم علم میخوام ببینیم آقا این موضوع جوابش چیه، چرا بده است. ما به هر حال انسانیم دیگه، بالاخره از یه جایی شروع کردیم، یه مسیری رو طی میکنیم میمیریم، یک جامعه ای داریم که تو این جامعه یه چیزای عرفه یه چیزای عرف نیست. اخلاق از نظر من یک سری بایدها و نبایدهایی که خودش آدم برای خودش میذاره که تحت تأثیر هم از لحاظ خانوادگی فرهنگی چه کشوری زندگی میکنی همه اینا هستش، ولی به هر حال این تویی که اون چارچوبا رو تشخیص میدی کجا برای تو این مرزه و اینجا من بیرون نمیرم. دین مثلا خانوم بابک خیلی مثلا میپرید که نه چرا دین، نه دین این تأثیرات رو ما گذاشته، بخوایم نخوایم گذاشته، ما از گذشته های دور دین همه چیش که بد نبوده. من که اون یه دفعه بهت گفتم اوایلش هم اول اصلا دین اومده قوانین بیاره، یعنی یه جامعه بوده هر جمعه هر کی به هر کی، و اون موقع من فکر نمی‌کنم مثلا 4000 سال پیش یه همچین چیزی بد بوده یا خوب بوده، اصلا فکر نمی‌کنم یه همچین چیزی بوده. ما تو این فیلم‌ها می‌بینیم رومم مثلا سزار با خواهرش بود، نمیدونم اون بود، یعنی همچین قوانینی هم نیومده بوده یا بد نبوده، ولی به هر حال یه شرم و حیا. ببین انسان از کجا، ما شرم و حیا از کجا اومد، از کی اومد شرم بکنیم ما یه چیزی دور خودمون ببند، کی اومدیم؟ بالاخره یه احساسیه دیگه که همه انسان ها دارن. این چرا مثلا چرا ببندم لخ برم بیرون؟ خب اینم میتونیم بگیم دیگه، چرا با خواهرم بخوابم مثلا، چه بدی داره؟ بدیش چیه؟
بعدیش تو خودشه. اصلا این نه. بنیاد خانواده رو به نظر من اصلا شما دارید مادر مثلا با پسر، پسر با خواهر، متوجه میشی؟ یعنی اون چیزی که ما یاد گرفتیم و این اصولی که جامعه تشکیل شده رو ما حالا اومدیم یه بیل بهش بزنیم دیگه، میگیم ما قبول نداریم. هر کی هم میخواد، هر کی هم که دوست داره، اگه اون دوست داره اون دوست داره تو خونه خودشون، ولی همون دوتا وقتی میان تو جامعه رو نمی کنن. چون اگه رو کنن باشون کسی ارتباطشون سعی میکنن کم بشه با یه همچین آدمی که با خواهر خودش مثلا تو خونه میخواد. مجید این حرف رو، این اگه از این روش استدلال بخوایم استفاده بکنیم که بگیم چرا این بده، همجنسگرا با این تمام استدلال های شما همجنسگرایی رو هم میتونیم بگیم بده. ما باید یه استدلال دیگه پیدا کنیم بگیم چرا این بده. همه حرفایی که تو زدی میشه دقیقاً به همون شکل درباره علیه همجنسگرایی ازش استفاده کرد. چرا همجنسگرایی خیلی فرق چه همجنسگرایی یه چیزی مال خودته. نه بعدش هم بعد شاید یه زمانی خود محکوم بوده بزر... و منفور بوده، ولی الان اطلاعات به همه رسیده. خب حالا یه ذره باعث گوش کن یه ذره مجید، تو گفتی بعضی چیزا عرفه، بعضی چیزا به طور ذاتی بدونی که نگاه کنیم هزینش چی باشه به خودی خودش بده. یه بعضی چیزا رو دیگه ما به عنوان جامعه قبول کردیم از قبل که اینا دیگه بعد دیگه عادت، یعنی دیگه اومده دیگه از قبل گرفتیم. و چون بعدم گفتی چون ما به طور طبیعی شرم به بعضی از چیزا داریم، این شرم پس چون وجود داره تو ذات ما پس قابل قبوله که ما به سری چیزای شرم داشته باشیم. من قبول دارم که به طور ذاتی ما شرم داریم، ولی اینکه به چی شرم بکنیم، به چی افتخار بکنیم، به چی شرم بکنیم، خب این بس اینه که تغییر میکنه. بعضی موقع یه چیزی که قبلا شرم داشت الان مایه افتخاره، بعضی موقع یه چیزی که مایه افتخار بود الان باعث شرمه. این که ما به طور ذاتی قابلیت شرم داریم رو قبول دارم، ولی اینکه چی باعث شرم میشه، این همش داره عوض میشه. مجید خودت میت میکنی چه ذره اکو داره و ببین تو حال بعد میگه که نه این با همجنسگرایی فرق داره، چون همجنسگرایی خودشون هر کاری میکنن هیچ مشکلی نداره دیگه، زندگی خصوصیشون به ما ربطی نداره. خب قبول، منم که قبول دارم اینو. خب من مثالی که زدم، ببین من هزینه های دیگه مثلا دو تا خواهر، دو تا یه برادر خواهر، یه برادر با یه برادر با یه خواهر، یه خواهر با هم بودن رو قبول کردم که خب بله بچه‌شون ممکنه ناقص باشه، به این دلیل نباید این کارو بکنه. از لحاظ خانوادگی گفتین که این اصلا اصل خانواده رو، زندگی خانوادگی رو از لحاظ روانی میکنه بریزه به هم، ولی اینم قبول کردم به این دلیل نباید باشه. ولی مثالی که من زدم همه این چیزا رو اوورد بیرون. خب مثلا دو تا خواهری که هیچ وقت تو خانواده با هم بزرگ نشدن، از همون بچگی، از همون نوزادی از هم جدا شدن، الان برای اولین بار که دارن همدیگه رو میبینن، جفتشون یکیشون 30 سالشه، یکیش دیگه 35 سالشه. خب مثلا خب نمیتونن بچه دارشن، تا اونجا که من میدونم دو تا خواهر نمیتونن بچه دارشن، نه تو خانواده با هم رشد کردن. الان مشکل این که این دو تا خواهر مثلا به هم علاقه جنسی داشته باشن، میخوان با هم داشته باشن، چیه؟ شما اگه بگید که خب این نه عرف جامعه است و چه میدونم ما بالاخره به سر چیزای شرم داریم، این استدلال شما نمیتونید الان اینجا استفاده بکنید، چون الان تو این شرایطی که من مثال زدم اگه بخواید علی این صحبت بکنین، همه حرفای شما درباره همجنسگرایی هم میشه زد. من میگم این مثلا دو تا خواهر، اگه میگین این اشتباهه، یه دلیل خوبی هزینهشو باید نشون بدید. خب هزینهشو برای جامعه باید نشون بدید. اگه هزینهشو برای جامعه نشون بدید، میگم مگه همجنسگرایی شرم میکنن الان مثلا میان تو خیابون تظاهرات میکنن؟ مجید مگه خجالت میکشن؟ کمونی هم من نمیدونم الان چه گاردی داری نسبت به رنگین کمونی ها، ولی خب من اینجا هستم اگر احساس خطر کردم دب خواهش نه بابا اصلا هیچ مسئله که اصلا اون که مربوط یه چیز شخصی خودشونه. اون برادر خواهرم میگم اگه مادر و دخترم اگه با هم هم مدارین چه میدونم مادر پسر با پدر چون هر کی با هر کی اینجور که شما تو هم هر کی با هر کی وقتی تو خونه خودشون هر کی غلطی میخواد بکنه به ما ربطی نداره که بکنه، اصلا به ما ربطی نه. وقتی میاد تو جامعه مسئله تو نیست قبول... مسئله اینه که درسته یا نه، خیلی از چیزها هستش که نه درست نیست از نظر ما به عنوان یه آدم سر اینکه خود انجام بده یا نده. مجید تو میگی هر کسی تو خونه هر کاری بکنه باشه. مجید پس تو میگی هر کسی تو خونه هر کاری میخواد بکنه بکنه. پس من میگم، منم همین دارم میگم، یه دو تا خواهری که مثلا یکیشون 30 سالشونه، یکیشون 35 سالشونه، تو خونه شون توی من جای خصوصی خودشون
اگه اینا میخوان با هم باشن به طور با هم سکس داشته باشن، شما با این مشکلی ندارین؟ دو تا خواهر یکی سی من با اون، من چه مشکلی میتونم با اون دو تا با خودشون؟ من مشکل دارم ولی خب نیلوفر مشکلی میتونم داشته باشم. بگه چرا مشکل داره یا نداره. نیلوفر برای مشکل داشتن باید دلیل بیاری دیگه. خب آخه چرا مشکل داری شما؟ اگه شما مگه نمیگی که مثلا شما جزء رنگین کمانی ها هستی؟ خب رنگین کم ده. من میگم رنگین کمانی مگه خجالت میکشه الان تو جامعه بیاد بگه من رنگین کمانی هم؟ خب بس خجالت میکشه امنیت نداره. نه ولی اون برادر خواهر خجالت میکشن بیان بگن. منظور من اینه، میگم برادر خواهر یا دوتا خواهر نمیگن تو جمع، ولی یه آدمی که مثلا رنگین کمانیه میان میگه چه اشکالی داره؟ الان که دیگه اصلا، حالا ممکن بود یه مال تو ایران باشی یا فلان باشی زار خودتو جمع جور کنی، الان که نیلوفر شرم نمیخواد. خب مجید الان ما صحبت کردیم، نیلوفر مخالف اینه. نیلوفر اگه میشه تو بگو دلیل اینکه این کار بدیه. دو تا خواهر، یکیشون 30 ساله یکی 35 ساله، هیچ وقت با هم توی خونه با... سلام نوید، اگه میشه یه ذره صبر کن بقیه هم میرسه. نیلوفر با این مشکل داره. یه دو تا خواهری که هیچ وقت توی خانواده با هم بزرگ نشدن، فقط از لحاظ ژنتیکی خواهر دو تاشون با هم خواهر با هم خواهرن، چرا این دو تا اگه به هم علاقه جنسی دارن چرا نباید بتونن با هم باشن؟ مشکل این چیه؟ درستش من دفاعیت ندارم سر این قضیه، ولی واقعا هرچی از لحاظ حالا منطقی بالا پایین میکنم فکر میکنم درست باشه. ببینید توی جامعه LGBT همخون، رابطه با همخون اتفاق نمیفته، همه افراد غریبه هستن، ولی خب اینجوری رابطه خیشاوندی دو تا خون واقعا فکر نمیکنم درست باشه. حالا خب میدونم که آره بگو نیلوفر، من میدونم که تو فکر میکنی نمیاد نباید این بذاری نوید. من از منطق ببینم نیلوفر دلیل داره برای این. نیلوفر من میدونم که تو میگی این درست نیست، ولی دلیل این که خوب نیست درست نیست رو بگو. دلیلش چیه؟ منطقش چیه که چرا این بده؟ آیا دلیل وجود داره؟ من هیچ منطقی دلیل... ندارم. پس اگه منطقی براش وجود نداره باید قبول کنیم که این کار درسته، مشکلی نداره. من میتونم اظهار نظر کنم؟ بذارین اول نیلوفر وقت داری فکر کنی اگه ببینی میتونی دلیل پیدا بکنی یا نه. نوید بعدم رابین. نوید میوتی، داری با خودت صحبت میکنی فکر کنی. نوید بگو. سلام. بگو. بله داریم، بگو. من فکر کنم کانکشنم ضعیفه. بگو صحبت بر... میکنم اگه با تاخیر اومد. به نظر من این مشکلش میشنوید دیگه صدا؟ بله با تاخیر به صداتون میشنم. بگو. مشکلش اینه که مثل همون قضیه قایق است. ما چون روی قضاوت ما تأثیر میذاره، ما میتونیم بگیم غیر اخلاقیه. دقیقاً چون ما داریم قضاوت میکنیم و این قضاوت بعدن هزینه خواهد داشت، هزینهش اینه که ما داریم میگیم دوتا خواهر اخلاقی هن و اون موقع میتونه تأثیر بذاره تو جامعه، هزینهش باعث میشه که، یعنی قضاوت ماست که هزینه داره، ما باید بگیم غیر اخلاقیه برای اینکه قضاوتمون اون تأثیر منفی رو جامعه نذاره. مثل همون قضیه قایقه است دیگه. بله بله، ولی قضاوت ما میتونه شرطی باشه. اگه ما میتونیم بگیم که قضاوت ما میتونیم به شرط این به این شرط این کار درسته که اینا تو یک خانواده با هم نباشه، در فقط همین شرط، یعنی میتونیم بگیم که حتی اگه از لحاظ ژنتیکی شما اتفاقا دو تا خواهری که ژنتیکی با هم خواهر نیستن ولی توی خانواده دارن با هم بزرگ میشن، این دو تا رو خواهر حساب بکنیم و بگیم شما نمیتونیم با هم باشین، ولی دو تا خواهری که توی خانواده با هم بزرگ نشدن ولی از لحاظ ژنتیکی با هم خونی با هم خواهر هستن، اینو مشکل نداریم چون شما از لحاظ روانی انقدر از هم جدا هستین که به طور واقعی به طور تو جامعه خواهر هم دیگه نیستین و شما میتونین با هم باشین حتی از لحاظ ژنتیکی هم اگه با هم خواهر هستین. میدونی ازم چه؟ یعنی من به نظرم تمام هزینه های با خواهرتون بودن توی این موقع اتفاق میفته که
واقعا احساس کنین یه نفر خواهرتون میره، یعنی باهاش یه خانواده بزرگ شده باشی. اگه آره درست من میتونم نظرمو بگم. بله نیلوفر. من اگر قضاوت ما تأثیری نداشته باشه روی این نوید صدات با تأخیر میاد، ببخشید نوید اینترنتت کندت صدات با تأخیر میاد. بذاریم الان میخوایی بار ریفرش کنی اینترنت تا الان بذاریم یه بار دیگه میام. من کانکشنم رو باشه کنم یه بار دیگه میام. باشه باشه نیلوفر ببخشید. من فکر میکنم خب حالا تو همین سناریویی که شما گفتین اگر این دوتا همدیگر رو نمیشناختن و با هم زندگی نمیکردن اگه خوشحالن با هم به نظر من مشکلی نداره و خب بچه دارم نمیشن. اوکی اوکی علی خب پس نظر دوست شد. آخه واقعا از نظر من فکر میکنم درست باشه، ولی خب من چون ناآگاهم هستم نسبت به این قضیه، ولی بیشتر دیدگاه خودمه. حالا اگر واقعا اگر جایگاه خواهری برای هم نداشتن توی زندگیشون، فکر میکنم اگه با هم الان خوشحالم خوب باشه. نیلوفر میدونی میشه چه جوری گفت؟ میتونی بگی که من اینو دوست ندارم، من چندشم میشه، ولی دلیلی برای جلوگیری چندشم میشه. آها میتونی بگی من خب بذاریم میتونی بگی من احساس خوبی راجبش ندارم ولی آره. دلیلی آره. برای اینکه جلوی کسی رو بگیریم آره. نمیبینم توی آره. این مورد که برای مورد. هم خواهر نبودن آره آره. رابین تو چی میخوای بگی؟ من در این مورد مطالعات علمی نداشتم، پس نظر علمی یا هیچ موضعی راجبش ندارم، ولی اگه آسیب میبینن کار رو نکنن، ولی اگه آسیب نمیبینن کار انجام. پس همه هم نظریم. این ویدیو خوبه اثبات بشه که چرا ما اسلام لازم داریم، چون ما همه بی خدایی هم نگاه کنیم و چه نتیجه هی رسیدیم. الان مسلمان ها میرن این قسمت رو کلیک میکنن میذارن بیرون، میگن ببینین بی خدا نشین، مگر نگه همچین بلای سرطا یه همچین نتیجه هی بیدیم. آخه ببخشین آرمین جون، ما که کره میریم واقعا نمیکنیم، ما آدم بودیم دیگه، بالاخره ما هم تو این دین و مین و اینا بزرگ شدیم. ما آره. که تو کره مریخ زندگی نمی کنیم، ما هم اینجوری بزرگ شدیم، یه چیزهای تنشست شده نمیتونی ازشون خارج بشی. حالا هی بگو بگرد دنبالش که چرا بعد نه. من همینه که گفتم، خودشون دوتا میخوام برن تو خونه، هر کاری میخوام بکنم به خودشون ربط داره، مادر دختر پدر بده، خیلی بده، علاوه اجتماعی مجید بده. اگه به خودشون ربط داره اینا. نه ولی نه همین مجید. که میای تو اجتماع بخوای مثلا علم و کتل بگیری بالا که مثلا اینم آزاد کنین، اینجا فکر کنم همه اجتماع دید چپ و چوبی بهشون داره، ولی یه همچین چیزی رو مثلا با چیزا نداره. با تو خونه شونم اگه مجید اگه تو خونه شون به طور خصوصی یه کاری بخوام بکنن که هزینه داره، این به خودشون فقط ربط نداره. میدونی ازم چیه؟ یعنی ما باید هزینهش چیه آخه؟ هزینهش چیه برای شما چیه؟ نه من مثلا میگم که مثلا اگه این مثال یه مثال دیگه بود که یک هزینه داشت برای یک آخه نفر. شما گفتی یه برادر خواهری که هر دو راضی هن رفته خودشو مثلا عقیم نه. کرده، اونم گفته بچه دار نمیشه. این مثال های شما اینجوری بود. درسته، من میگم که معیار ما اینه که هزینه نداره، نه اینکه چون دارن تو خونهشون به طور خصوصی این کار انجام میدن پس اشکال نداره. چون هزینه نداره ما میگیم اشکال نداره. اگه هزینه داشت، حتی اگه تو خانواده، اگه تو زندگی خصوصی خودشون هم بود، اون موقع مشکل داشت. میدونی مثلا چه؟ یعنی معیار ما اینه که هزینه داره یا هزینه نداره. میدونی مثلا چه؟ مثلا فرض کنیم که مثال ما این بود که مثلا یکی از مثلا برادر و خواهر مثلا کوچیک بود، بچه بود. خب شما نمیتونین بگین این تو زندگی خصوصیشونه هر کاری میکنن به خودشون ربط داره. نه این غیر قانونیه، یعنی کسی باید بیاد اینو جلوشو بگیره. میدونی نظرم چیه؟ یعنی معیار ما اینکه حالا خصوصیه یا عمومیه نیست، معیار ما اینه که هزینه داره یا هزینه نداره. آره دیگه، تو این موضوع میگم تو این موضوع مخصوص که یه چیزی نیستش که هر روزه ما باهاش برخورد کنیم، یه چیزی که در
همه در خفا این کارو میکنن، میگم کسی نمیاد رو کنه. چرا نمیکنه؟ به خاطر اینکه یه خجالتی چه. این آسیبیه که به خودش میزنه، به خودشون، چون به هر حال داری یه کاری رو قایمکی میکنی. پس بده؟ حتما بده که قایمش کردی دیگه. اگه وگرنه میامادی خب بس همه میگفتی آقا من اینه داستان سکسیمو، من دوست دارم اینجوری باشه، با خواهرم باشم یا با برادرم باشم یا پدر با دختر. ولی خب چون دید بدی داره تو اجتماع، مجبوری خودتو. خب ببین دید بد باشه، من باید برم و خدافظی کنم، خیلی هم خوشحال شدم ولی گوش دارم. یه بحثی اومد و آوردی و دویل میکنی میری. خب من دارم گوش میدم، من دارم گوش، شما دیگه بقیهش رو ادامه بدیم. چهارشنبه برمیگردیم. باش خیلی هم خوشحال شدم، مرسی. خدا خدا است. من فقط یه چیزی درباره این حرفی که مجیزت بگم، بعد بریم سراغ کسایی که جدید اومدن. این حرفم به نظر من نمیتونیم قبول بکنیم، برای اینکه یک زمانی مثلا همجنسگرایان با هم بودنشون خیلی کسی نمیومد به طور عمومی بگه که هستن، یا اینکه الان افتخار میکنن، الان عروسی میگیرن، الان میان برای اینکه نرمال بشه، نرمالیزش بکنن، به همه میگن. یعنی الان، ولی الان مجید خودش اعتقاد داره که این چیز هیچ مشکلی نداره و این چیز خوبیه، برای اینکه عادی هم هست. پس معنیش چیه؟ پس اون موقعی که عادی نبود، اون موقعی که مردم خجالت میکشیدن یا شرم داشت، یعنی اون موقع بد بود، الان خوب شده؟ یعنی الان خوبه، الان اوکیه، الان هیچ مشکلی نداره، ولی موقعی که همه جامعه به این بدبین بود، اون زمان این بد بود. پس نمیتونیم این، یا این بده یا خوبه، نمیشه که بر اساس این باشه که بقیه جامعه چی فکر میکنه. خب اگه همجنسگرایی همیشه مشکلی نداشت، الان مشکلی نداره، اون موقع مشکلی نداشت، پس نمیتونیم بگیم چون جامعه نظرش اینه این بده. خب اینو نمیتونیم معیار قرار بدیم. الان کسایی که جدیدی که اومدن، فکر کنم والار اول اومد، بعدم آریا اومد، ببینیم والار و آریا چی میگن، بعد بریم سراغ بقیه. والار آره، همین قضیه هم که گفتی، گفتن چون که جامعه بهش بدبینه پس یه چیز اشتباهه، مثل همین حجاب اجباری داخل ایرانه که میگن خب چون که جامعه ما مثلا ندیده باید اجباری باشه حجاب، یه همچین حالتیه. این قضیه ازدواج محارم و اینها هم خب خیلی ساده است دیگه، اخلاقیات جامعه مدرن خیلی ساده شده. تا زمانی که اون عمل به دیگران و خود فرد آسیبی نزنه مشکلی نداره. من هم نمی‌بینم که مشکلی داشته باشه این آسیبی بزنه این قضیه به جامعه یا فرد دیگه‌ای. پس مشکلی نداره دیگه. من تازه اومدم دقیقاً متوجه نشدم به چه اشکالاتی گرفتن از این. هیچ کسی هیچ مشکلی پیدا نکرده. اگه میشه من چه صدام اکو داره. خب بریم سراغ آریا. فکر کنم آریا برای اولین کسی باشه که به ما بگه این هزینه‌اش چیه. آریا بگو. درود دارم اینجان. آقا به نتایج خطرناک رسیدین آخرش یه دفعه. آبرومون رفت. خب یک ببین، من حاضرم یک کسی به ما هزینه‌اش، تا به ما هزینه‌اش رو گفت، من نظرم عوض میکنم. یک کسی بیا بگه که نه آرمین، دو تا خواهری که بزرگ هستن بچه نیستن، بچه دارم که نمیتونن بشن، توی خانواده هم با هم بزرگ نشدن، ولی اینا نباید با هم باشن و به این دلیل و هزینش اینه، تا هزینش یکی تونست با ما درست معرفی کنه، من هم به این سادگی میگم آها باشه فهمیدیم هزینش چیه، به این دلیل باید جلوش گرفت. ولی هزینه یک کسی باید به ما بگه هزینش چیه. درسته؟ ببین مثلا من این موضوع رو از دو تا جواب بهش میدم. اول جواب کلیه رو میگم از دید خودم، البته بعد میرم روی جواب جزئی‌تره. به نظر من مثلا، من میگم همیشه هم اینو گفتم، مثلا من به عقل خودم تنها هیچ وقت اونقدر تکیه نمی کنم، همیشه خرد جمعی رو در نظر میگیرم. اگه بخوام مخالف خرد جمعی نظری بدم چیز میکنم، باید دلیل محکم داشته باشم. مثلا فرض کن، حالا مثلا تو ممکنه بگی مثلا توی ایران خب اسلام خرد جمعی، مثلا فرض کن منطقه خاورمیانه و اینا هست، و من مثلا میگم خب من برای اون دلیل محکمی دارم که میتونم اون رو ردش کنم، مثلا این شکلی. یا مثلا همجنسگرایی، مثلا ترسون یه مقداری جدیدتر بعد هست، خب یه چیزی هست که مثلا از طرف دکترها و چیزا تایید شده و آدم یه مقداری خیالش جمعه از این لحاظ، برای همین میتونم بر ضد اون خرد جمعی هم
فکر کنم، ولی در کل همیشه اون رو در پشت ذهنم میارم که آها مثلا یک جامعه خیلی خیلی بزرگ 7 میلیارد نفری در نهایت به این نتیجه رسیده که مثلا فرض کن رابطه بین پسر مثلا برادر و خواهر مثلا فرض کن یا مثلا حالا فامیلی کاملا چیز غلطی بوده، به خاطر جواب نداده مثلا در طول تاریخ. این اولین چیزیه که من میخواستم بگم. خب آریا برای خب مشکل به خاطر این ما دلیلش رو میدونیم. خب ما میدونیم که این یه چیز تابو شده به خاطر اینکه بچه‌های به خاطر اینکه دیدن نتیجه‌اش چیه. خب و تو اون شرایطی که این تابو شده شرایطی نبود که مثلا برادر و خواهرها مثلا تو جامعه مدرن امروزی نبود که بتونن از هم جدا بشن و جدا زندگی بکنن و بعد همدیگه رو پیدا بکنن و پس برادر مثلا بتونه وسکتومی بگیره و اینکه مثلا همجنسگرایی اونقدر چیزی نبود که مردم بهش آگاه باشن که فکر کنن مثلا توی بخاطر اینکه این ببین قبل از ادیان ابراهیمی برادر و برادر خواهر با هم بودن اصلا چیز ارادی نبود، اتفاقا تو مصر باستان و یونان و روم باستان اتفاقا یه چیز مقدار عادی بود. دینای ابراهیمی وقتی اینو تابو کردن که البته به جا هم تابو کردن به خاطر اینکه دیدن که هزینه برادر خواهر با هم بودن چی هست، یعنی تجربه داشتن که این هزینه‌اش زیاده، ولی مثلا اینکه آگاهی داشته باشن به اینکه مثلا همجنسگرایی هم یه چیز عادی هست تو طبیعت، این آگاهی رو نداشتن، وسکتومی نداشتن، زندگی مدرن امروز رو نداشتن. یعنی ما شرایطی رو میتونیم تصور بکنیم امروز که هیچ کدوم از اون هزینه‌هایی رو که اونا در نظر داشتن رو نداشته باشه. برای همین چون منبع گناه کردن اینو ما میدونیم میتونیم هم نتیجه بگیریم پس شرایطی وجود داره که هیچ هزینه‌ای نداشته باشه. از این لحاظ من فکر نمی کنم مثلا تابو شدن اونها در جامعه مثلا صرفا به دین برگرده، مثلا چون کشورهایی هستن که بی دین هم هستن ولی باز هم این موضوع شدیدن داخلشون تابو هست، یا اینکه مثلا دین همیشه یه مقداری پس‌زمینه خود اخلاقیات جامعه رو برای خودش میدزده، مثلا میگه مثلا من اینو من مثلا قبردم، در حالی که مثلا قبلا توی جامعه یه جور وجود داشته بعد اومده گفته خب این مثلا فرض کن من از طرف من این شکلیه. ولی حالا مثلا اون موضوع رو از دید دوم هم بهت بگم بعدا بحث کنیم. مثلا من فکر میکنم فرزن من بگیم که خب این شرایط خاصی که مثلا میگی مثلا فرض کن یه دختر مثلا خواهرش رفته یه جایی بعد حالا اومده مثلا با هم دیگه اوکی هستن یا نه، خب اینها میگم اینا دقیقا یک موضوعات خیلی خیلی خطرناکه توی جامعه. مثلا فرض کن اگه که این موضوع عادی بشه در کنار شاید موضوعات دیگه هم از طیف خاکستری بیاد وارد طیف خاکستری بشه، مثلا وقتی مثلا ما بگیم که مثلا رابطه مثلا دو تا خواهر مثلا فرض کن عادی بشه ممکنه مثلا بکشه به خب پس رابطه مثلا فرض کن دختر با پدر چی، رابطه برادر مثلا برادر با خواهر چی، و به خاطر اینکه در نهایت مثلا یکی از علتهای خیلی خیلی خطرناک این وسط وجود داره ماجرای ژنتیکی که مثلا من توی درس بیماری ژنتیک قشنگ میخونیم که مثلا دو نفر که با هم دیگه نسبت فامیلی دارن احتمال بیماری ژنتیکی به شدت بالا میره. به شدت آره جان ما اینو میدونیم، برای همین به شدت مخالف هر گونه رابطه‌ای هستیم، به شدت ما هم مخالف هر گونه رابطه‌ای هستیم که امکان بچه داری توش اصلا حتی یک ذره هم وجود داشته باشه، به شدت مخالف این رفتار هستیم. آره اینو که میدونم، ولی این که مثلا فرض کن ما بگیم شما بیاید وازکتومی بکنید و بعد این عادی میشه، پشتش اون چیزایی هم که مثلا فرض کن خب وازکتومی هم نباشه اونم میاره تو طیف خاکستری، میدونی چی میگم؟ یعنی روی اونا هم میاره تاثیر میذاره، یه دید کلی جامعه رو یکم میکشه به این موضوع که مثلا فرض کن خب اگه این شکلیه شاید یکم هم اون اوکی باشه. و بعد فقط هم این نیست، یه موضوع خیلی مهم دیگه هم که وسط هست ماجرای تجاوز به بچه ها در خانواده ها هست که در بعضی از ما درباره بچه صحبت نکردیم، ما فقط درباره عدال صحبت کردیم. دقیقاً، ولی مثلا میگم که شاید مثلا توی بعضی از جوامع مثلا یه مقدار عقب افتاد یا برای این آدمایی که این مقدار هوششون شاید پایین‌تر باشه، چون همه جامعه که هوش بالایی ندارن، بعضی ممکنه هوششون کمتر باشه، بعضی بیشتر باشه، ممکنه از دید اونها این رو مثلا یه دفعه مثلا یه اتفاقات این شکلی مثلا پشتش بیاره. یعنی خیلی دراما پشت این قضیه است که مثلا فرض کن دو تا رابطه دو تا خواهر رو
عادی کنم از دید من این شکلی میشه. این دوتا خواهر روز میخوام آریا این دوتا خواهر کسایی نبودن که کنار هم توی یه خانواده زندگی کرده باشن، دوتا غریبه بودن در واقع. درسته درسته خونه. آره آره منظور من اینه که مثلا فرض کن اصلا میگیم اصلا این دوتا جانم بگو. نه شما ادامه بدید. نه میگم که تأثیر این که مثلا ما ذهنمون این باشه که مثلا فرض کن دوتا خواهر رابطهشون اوکی باشه، میتونه به اینجا برسه که یه سری از چیزهای دیگر رو هم بیاره تو اینکه شاید اونها مثلا همچین زیاد بد نیستن، اون بد ولی اونها واقعا بد هستن، منظور من اینه، و بعد اونها خیلی تأثیر بد میزنن تو جامعه. چون واقعا این یه مغلطه معروفه به اسم مغلطه شیب لغزان بیل. دقیقا کی گفت اینو؟ شیب لغزنده. من برید مطالعه کن. خب میخوایی شما توضیح بدید مثلا من میتونم توضیحش بدم؟ بفرم. یه سری افراد میگن مثلا شما بین گزینه الف مثلا انتخاب کنید میرسه به نقطه فاجعه جی، بعد بتونن اجتناب ناپذیر بودن اینو به ما نشون بده. خب ببین این دلیل نداره که الزاماً این مغلطه باشه، به خاطری که میگم واقعا مثلا این موضوعات موضوعات بسیار حساسیه، مثلا تو یک جامعه هزاران اتفاق مثلا میفته، و مثلا به نظر من همچین موضوعی موضوع خیلی خیلی نزدیکی میشه با اون موضوعات دیگه‌ای که میگم میتونه خطرناک باشه. حالا نمیدونم چی. ببین این مغلطه هم موقعی که همجنسگرایی داشت عادی میشد این مغلطه هم بسیار استفاده میکردن. خیلی از این مسیحی ها میگفتن که ما اگه بذاریم مرد با مرد ازدواج بکنه و زن با زن ازدواج بکنه، فردا میان با حیوان هم آزاد قانونیش میکنن که با حیوان هم بیان ازدواج بکنه. ببین من کاملا ببین به نظر من حرف اونا منطقی بوده، ولی به خاطری که ما یه مقدار خیلی زیادی دلیل قوی داشتیم درباره همجنسگرایی، حرفشون یعنی حرفشون رو با دلیل قوی رد میکنیم. ولی این که مثلا فرض کن یک کار ما میتونه تاثیر مثلا کناری داشته باشه، خب میتونه، میگم واقعا ممکنه اونم بوده باشه. ببین ولی اینجوری خیلی چیزا رو ما میتونیم غیر قانونی بکنیم، خیلی چیزایی که امروز قانونی هست آریا جان ما میتونیم با این روش اصطلاح بیام غیر قانونی بکنیم، برای که میتونه باعث بشه که یه سری چیزای دیگه ای قابل قبول بشه. میدونی مثلا چه؟ شاید درسته. آره ولی مثلا اونجوری که من بهش فکر کردم از لحاظ اجتماعی من این شکلی به ذهنم اومد که مثلا از این لحاظ میتونه بسیار مثلا تاثیر قوی داشته باشه. یعنی من حداقل خودم به این موضوع فکر میکنم همیشه، حالا ممکنه هم هست که غلط باشه مثلا، ولی از دید من اینجوری درسته. آره ببین مثالی که آرمین زد یه مورد استثناء بود، و خب من فکر میکنم اینجا کسی اتفاق نظر داشته باشه در رابطه مهار با هم، و همه در مورد این که از نظر خودشون نه تخصصی چقدر این قضیه بد هست حرف زدن، و خب تأثیراتش هم روی جامعه، تأثیرات منفیش هم روی جامعه رو همه اینو به این اتفاق نظر داشتیم که حالا این اتفاق میفته. ولی خب این چیزی نیست که الان بگیم خب اگر ما یه دونه از این استثناها رو قبول کنیم پس قرار اتفاقای خیلی وحشتناک و بدی در راه باشه. من یه هزینه پیدا کردم. من فکر کنم خودم یه هزینه پیدا کردم. من فکر کنم میتونیم بگیم تو این زمانی که هنوز داریم فعالیت میکنیم که همجنسگرایی و ترنس بودن رو عادی بکنیم، اگه ما الان بیایم درباره یه همچیزی صحبت بکنیم که خیلی تعداد اندکی از آدم ها ممکنه اصلا این به نفعشون باشه، اینو ما بیام عادی بکنیم، بریم مثلا کی حالا مثلا چند تا خواهر وجود داره تو دنیا که بخواد با خواهرش باشه و توی خانواده هم بزرگ نشده باشه، یعنی انقدر یه چیز خیلی کمی هست. ما اینو داریم استفاده میکنیم نه بخاطر اینکه چیز مشکلی بزرگی هست، ولی داریم استفاده میکنیم مثالهای خیلی عجیب غریب میزنیم که ببینیم که منبع اخلاقی خودمون چیه. یعنی ما یه فرضیه هایی داریم پیدا میکنیم نه بخاطر اینکه، یعنی خودمون داریم سعی میکنیم ببینیم منبع اخلاقمون چیه، دلیلش اینه. ولی میتونیم بگیم که هزینه نتیجه گیری این که این خوبه، این قابل قبوله، این هست که میان اون وقت میگن که ببینید بی خدایی کسایی که حساسیت دارن
بسیار زیاد با عادی شدن یک همچین مسائلی ممکنه بیان بگن که ببینید کسایی که دارن از همجنسگرایان دفاع میکنن و از ترنس ها دفاع میکنن و فرهنگ و دین و سنت و اینا رو گذاشتن کنار، الان رسیدن به جایی که دارن میگن برادر و برادر و خواهر و خواهر میتونن با هم بخوابن. خب و برای همین ما گفتیم بهتون باید ضد همجنسگرایی باشین، مگر نه به همچین جایی میرسین، گفتیم از این چیزا بترسین. به این دلیل، یعنی ممکنه این هزینه داشته باشه برای فعالیت برای عادی کردن همجنسگرایی و ترنس و اینا، ممکنه هزینه شده. آرمین جان اینو که شما هر حرفی بزنی همچین هزینه ای داره که یه سری ها بگن نه این کثیفه، این بده، این زشته. شما چه همجنسگرایی چه در مورد LGBT ها بیای شما این حرف رو بزنی، چه در مورد آتئیست بیای این حرف رو بزنی، چه در مورد ازدواج محارم بزنی، بازم حرفشون رو میزنن کسایی که میخوام بزنن. متوجه؟ آره ولی بیشتر میتونن استفاده کنن از یه همچین حرفایی رو. میگه از برای اهمیت نداره این خیلی به نظر من. نمیدونم، من خودم داشتم دنبال هزینه میگشتم، این به نظرم رسید گفتم بگی.